از سید احمد شمس، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مقدس کربلا، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آی دکتر، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آی دکتر، تحلیل شما از این گونه اقدامات ترکیه در رابطه با بازداشت اویغورها چیه؟ بفرمایید. با سلام و عرض ادب خدمت شما جناب در بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین مقبول نیمروزی شیعه، گزارش بسیار مبسوط و خوبی تهیه شده بود و بعد از سفر آقای هاکان فیدان به چین تصور میشد شاید با توجه به اینکه ترکیه خودش رو پدر ترک های دنیا تصور میکنه یک گشایشی در وضعیت اویغورها و قسمت ترکستان شرقی چین اتفاق بیفته، اما متاسفانه اتفاق دیگه رقم خورد و اضافه شد این مسئله به برخی از رفتارهای خاصی که دولت ترکیه چه در بعد داخلی و چه خارجی انجام میده. دولت فعلی ترکیه متاسفانه نشون داده که از ثبات سیاسی چه با شرکای داخلی خودش و چه با همسایه ها و سطح دنیا برخوردار نیست. تو بعد داخلی کسانی که باعث به قدرت رسیدن آقای رجب طیب اردوغان بودن یکی پس از دیگری حذف شدن و در بعد خارجی هم با همسایه ها مواضع ترکیه بارها و بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفته. ماست ثباتی رو تو رفتار ترکیه در برخورد با داعش، اسرائیل، فلسطین و کشورهای همسایه نمیبینیم و بیشتر تصور میشه ترکیه به دنبال یک سری رفتارهای سودجویانه خودش هستش. همینطوری که الان شما تو این گزارش دیدید ما در گذشته آقای دکتر در صحبتاتون اشاره به رفتار سودجویانه ترکیه در قبال مسائل حقوق بشری داشتید. با توجه به احتمال از سرگیری روابط ترکیه با سوریه، آیا چنین رفتاری با پناهجویان سوری هم محتمله؟ بله، متاسفانه من همین نکته رو خواستم عرض بکنم که علی‌رغم اینکه ترکیه خودش یکی از کشورهایی هستش که پناهجویان زیاد جای داده، این گونه رفتارها و تعامل با برخی از کشورها که طرف مقابل این پناهجویان هستند سابقه داره. در خود همین ایران نمونه شو داریم، همین الان شخص مای علی اصغر احمددار که خودش از آزادی ایران هستش متاسف دو ماه در بازداشت به سر میبره و این حکایت از روابط پشت پرده دولت ترکیه با حاکمیت ایران داره. این سفر آقای هاکان فیدان هم به جایی که وضعیت ترک ها رو، ترک های ترکستان چین رو مطلوب تر کنه، متاسفانه باعث شد که باز در یک زد و بند های پشت پرده این بار اویغور ها قربانی این زد و بند قرار بگیرن و با توجه به اینکه تصور که روابط ترکیه و سوریه دوباره در حال بازسازی است، این بیم هم میره که فردا متاسفانه پناهجویان سوری که در ترکیه پناه گرفتند هم قربانی زد و بند دولت ترکیه با سوریه بشن و احتمالا برخی از اینها تحویل سوریه داده بشن. من تصورم این هستش که دولت ترکیه لازم هست تجدید نظری در روابط داخلی و خارجی خودش بکنه و نگاه کاسبکارانه رو از رفت خودش حس بکنه تا اعتماد بیشتری هم همسایه ها، هم شرکا و هم مردمش بهش داشته باشه. بله، با تشکر از سید احمد شمس، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مقدس کربلا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.